وقوع زمین لرزه نسبتا شدید در افغانستان، پاکستان و تاجکستان پیشبینی به حقیقت پیوست. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. وزارت امور خارجه پاکستان به سفارتخانه ها و کنسولگری هایش در 11 کشور دستور داده که صدور ویزه به شهروندان افغانستان را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. این وزارت روز یک شنبه 23 دل و با ارسال نامه به سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور در بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، یونان، اتریش، سوئیس، فرانسه، دنمارک، نروژ، بلژیم و ایرلند این دستور را داده است. دلیل این تصمیم وزارت امور خارجه پاکستان مشخص نشده است. در این حال صحت این نامه که در صفحات اجتماعی دست به دست می شود از سوی این وزارت تایید یا رد نشده است. این در حالی است که در روزهای اخیر روابط پاکستان با طالبان به تیرگی گراییده است. از سوی هم اکانومیست تایمز گزارش داده است که پاکستان در اثر فشار غرب از اشتراک در نشست مسکو که در مورد افغانستان برگزار شده بود خودداری کرده است. این رسانه 22 دل با نشر گزارش و نقل از منابع آگاه نگاشته است که ممکن است پاکستان از گفتگوهای منطقه‌ای در سطح مشاور امنیت ملی در مورد افغانستان که در مسکو تشکیل شده بود تحت فشار غرب صرف و نظر کرده باشد. در گزارش آمده است غیبت بی سابقه پاکستان یک بازیگر کلیدی در افغانستان چند روز پس از سفر بلاول بوتو وزیر امور خارجه پاکستان به مسکو به هدف دستیابی به توافق انرژی با روسیه باعث نگرانی ها شده است. گفته شده است که پاکستان قبلا متعهد شده بود که در نشست مربوط به افغانستان شرکت کند، اما متعاقبا از آن خارج شد. این در حالی است که ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری هفتوار این وزارت گفت که نماینده کشورش به دلیل حضور این در نشست امنیتی مسکو در مورد افغانستان در آن نشست اشتراک نکرده است. آمارهای متفاوت از تلفات مهاجران افغانستان در زمین لرزه ترکیه. منابع از ترکیه می گویند که دست کم 300 شهروند افغانستان در اثر زمین لرزه ویرانگر در 10 ولایت این کشور جان باختند. دکتر رفیق حقیار رئیس انجمن پناهندگان افغان در استانبول ترکیه روز یکشنبه به روزنامه عشر صبح گفت که در اثر این زلزله بین 400 تا 500 تن از شهروندان افغانستان نیز زخمی شدند. با این حال او افزوده است که آمار مشخصی از تلفات شهروندان افغانستان در زمین لرزه های ترکیه وجود ندارد، زیرا شمار زیادی از آنان سند قانونی مهاجرت را ندارند. از جانب منابع میگویند که پناهجویان افغانستان از تحویل ندادن جنازه های بستگانشان شکایت دارند. با گفته منابع جسد های بستگان شهروندان افغانستان در گور های دست جمعی دفن می شوند. و در یک هفتگی زمین لرزه مرگبار در ترکیه و سوریه تازه ترین آمار از این زمین لرزه شدید نشان می دهد که کشتگان این رویداد به بیش از 35,000 تن رسیده است. و در پایان وقوع زمین لرزه نسبتا شدید در افغانستان و در چند کشور همسایه افغانستان. زمین لرزه نسبتا شدید ولایت بدخشان و بخشهای دیگر افغانستان را تکان داده است. ولکانو دسکرو گزارش داده است که این زمین لرزه با قدرت 4.3 ریشتر ساعت 5:47 دقیقه بامداد روز دوشنبه 24 دل و در بدخشان رخ داده است. این زمین لرزه با عمق 135 کیلومتر از جنوب غرب ولسوالی اشکاشم بدخشان منشأ گرفته است. با گفته منابع محلی این زمین لرزه در بخش‌های دیگر افغانستان از جمله تخار، قندوز و بغلان نیز احساس شده است. در این حال برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که این زمین لرزه در ساحاتی از تاجکستان، پاکستان و ازبکستان نیز احساس شده است. گفتنی است که پس از زمین لرزه مرگبار در ترکیه هشدارهای از زمین لرزه قدرتمند با منشأ افغانستان نیز هشدار داده شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.